همراه هستیم با کاوه مدنی، متخصص مدیریت آب و محیط زیست از تورنتو کانادا. خوش اومدین به برنامه امروز. آقای مدنی، چطور شد که زاینده رودی که صدها سال منبع رونق و زایش بود در شهر اصفهان الان به این روز افتاده که هزاران نفر در بسترش دارن اعتراض میکنن؟ خب این سوال میشه پرسید، خاورمیانه ای که هزاران سال توش تمدن ها شکل گرفته چگونه به این روز افتاده؟ مدیریت بد میتونه همه چیز رو از بین ببره. در گزارش ها، در ویدیوهایی که میبینیم، در اعتراض های فضای مجازی میبینیم، همه از حقابه صحبت میکنن، از یک حقی صحبت میکنن، یک منبعی رو در واقع اون حکمران و مسئول توزیع به خیلی ها فروخته، بیش از اون حد موجود چک کشیده و پرداخت کرده و خلاصه به همه قول داده. حالا یک تعداد زیادی طلبکار وجود داره و منبعی نیست که اون نیازها رو برطرف بکنه. ایران دچار ورشکستگی آبی است و سالهاست که حوزه زاینده رود ورشکستگی آبی رو به ما نشون داده. حتی در سالهای مرطوب که خشکسالی نداره ایران، این حوزه مشکل داشته، سدش پر نمی شده و کف زاینده رود خیلی از مواقع سال همین وضع رو داشته. حالا شاید بشه گفت که نهادهای امنیتی فهمیدن که بهتره که این کنشگری صلح‌آمیز مردم رو جدی بگیرن، حتی هدایتشون کنن. من بعید میدونم که چنین تجمعی با این مقیاس بدون هماهنگی‌های امنیتی ممکن باشه و پوشش رسانه‌ای اینقدر جدی هم پیدا بکنه که رسانه‌های کشور بیان یک مطالبه برحق رو که سال‌ها وجود داشته اینجوری حمایت کنن ازش. ترسم از اینه که باز دوباره در واکنش به این کنش صلح‌آمیز مردم، به این کنش واقعاً پخته و قشنگ مردم که دلسوزان مملکتن، دلسوزان محیط زیستن، دلسوزان شهرشون، تاریخ و هویت در واقع یک منطقه بزرگ که تاریخ ایران زمین در واقع بهش افتخار میکنه هستن رو ما در واقع ببینیم که دولت میاد باز دوباره یه سری طرح‌های زود بازده به قول خودشون در ذهن خودشون اجرا میکنه و باز دوباره میره انتقال آب رو دامن میزنه بهش و اجرا میکنه و دوباره جاهای دیگه مشکل آفرین میشه. حل این مشکل بدونه کاهش مصرف ممکن نیست. کاهش مصرف هم یعنی چی؟ یعنی که باید کشاورزها رو باهاشون صحبت کنی و بهشون معیشت جایگزین بدی و این کار یک شبه رخ نمیده. بیمار سرطانی است و این مشکل راه حل فوری ندارد متاسفانه. ممنون.